سلام وقتتون بخیر فرمان عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با بررسی نمونه سالات زبان دوازدهم برای دیدن آموزش همه ای قسمت ای این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و همه آموزش ای های ای این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید در خدمتتون هستم با تحلیل امتحان نهایی خرداد 1402 درس زبان انگلیسی قبل از شروع اول من باروم امتحان نهایی رو خدمتتون عرض کنم امتحان نهایی زبان از 40 نمره است و 5 قسمت داره قسمت اول شنیداری هست یا همون لیسنینگ نه نمره داره قسمت دوم وکابولری یا لغت 6 نمره داره قسمت سوم گرامر هفت نمره داره قسمت چهارم امتحان ریدینگ هست که ده نمره داره و قسمت آخر امتحان هم رایتینگ هست که 8 نمره داره خب این چند سال اخیر سالات امتحان نهایی رو اگه بررسی کنید میبینید که بارم امتحان نهایی به این صورت بوده حالا ممکنه در سالهای آینده تغییر کنه و ممکنه همینطور ثابت بمونه الان این امتحانی که مشاهده میکنید امتحان خورداد 1402 هست قسمت اول امتحان لیسنینگ هست قسمت دوم امتحان وکبولری یا لغت هست که سالاتش رو مشاهده میکنید قسمت سوم گرامر هست قسمت سوم گرامر هست قسمت بعدش ریدینگ و قسمت آخر امتحان هم رایتینگ هست خب به خاطری اینکه فیلم طولانی نشه من هر قسمت رو در یک فیلم جداگانه ضبط میکنم تو این فیلم فقط میخوایم به بررسی سوالات شنیداری بپردازیم در فیلم های بعدی سوالات لغت، گرامر، ریدینگ و رایتینگ رو بررسی خواهم کرد باروم قسمت شنیداری امتحان نه نمره است ببینید سالات شنیداری به این صورت هست که یک فایل صوتی برای شما پخش میکنن و شما باید طبق اون فایل صوتی به سالات جواب بدید معمولا چهار تا فایل صوتی پخش میکنن و از بین این چهار تا فایل صوتی دو تاش داخل کتابه دو تاش خارج از کتابه شما اگر سالات نهایی سالهای گذشته رو هم که نگاه کنید میبینید که از اون چهار تا فایل صوتی معمولا دو تاش از داخل کتابه من همیشه به دانش آموزان میگم شما اون فایل های صوتی داخل کتاب رو خوب بلد باشید که اگه توی امتحان اومد اونا رو به راحتی جواب بدید الان ممکنه بپرسی که آقا کتاب چند تا فایل صوتی داره کتاب 15 تا فایل صوتی داره خب من متن همه این 15 تا فایل صوتی رو به همراه ترجمه فارسی براتون آماده کردم و در کانال قرار دادم میتونید وارد این کانال بشید و این جزوه شنیداری رو دانلود کنید فایل های صوتیش رو هم در کانال قرار دادم شما اگه این جزوه شنیداری رو بلد باشید به راحتی میتونید سوالات شنیداری که از داخل کتاب میاد رو حل کنید همین امتحان خرداد 1402 سوال یک و سوال چهار داخل کتاب هست سوال یک مکالمه اول صفحه 33 هست یعنی این مکالمه البته کتاب متن این مکالمه رو نداده من این متنش رو توی اون جزوه خودم آوردم و حتما اون رو بخونید سوال چهار رو ببینید این سوال چهار از ریدینگ درس سوم اومده یعنی طراح سوال اومده از ریدینگ درس سوم سوال تر کرده واسه قسمت شنیداری خب وقتی که چنین سوالی رو تو امتحان برای ما میارن یعنی دارن به ما میگن که ریدینگ ها رو خوب بخون چون ممکن از این ریدینگ ها تو قسمت شنیداری از این سوال بیاریم پس سه تا ریدینگ کتاب اصلی و سه تا ریدینگ کتاب کار رو حتما بخونید چون ممکنه از اونو هم تو قسمت شنیداری از, از سوال بیارن حالا بریم سراغ بررسی سوالات ببینید بچه ها این نکته رو هیچوقت فراموش نکنید سر جلسه امتحان وقتی که برگه لیسنینگ رو بهتون دادن برگه شنیداری رو بهتون دادن یعنی همون صفحه اول امتحان رو که بهتون دادن سریع برید سوالات رو بخونید اول برید سوالات رو بخونید متوجه بشید که سوال از شما چی میخواد و بعدش به فایل صوتی گوش کنید یعنی قبل از شنیدن هر فایل صوتی اول سوالات رو بخونید هر فایل صوتی رو هم توی امتحان نهایی معمولا سه بار پخش میکنن و بین هر بار پخش یه چند ثانی بهتون وقت میدن که پاسخ رو بنویسید نکته بعدی سوالات شنیداری رو که دارید جواب میدید جواب رو, رو روی همون برگه سوال بنویسید بعد از اینکه فایل صوتی تموم شد اون موقع اون جواب رو در پاسخنامه انتقال بدید اینجوری بهتر میتونید به سوالات جواب بدید خب اینجا گفته دانش آموز عزیز در این بخش بهزاد از امین سوالاتی در مورد کار و سلامتی میپرسه به مکالمه بین اونها گوش کنید و جملات صحیح را با ترو و جملات غلط را با فالس مشخص کنید سه تا جمله داده گفتن جملات رو بخون ببین درسته یا غلطه با توجه به اون فایل صوتی خب بچههایی که از قبل اون جزوه شنیداری خونده باشن این سوال رو به راحتی میتونن جواب بدن مثلا نیازی به پخش فایل صوتی نیست ببین یه برگه بذار جلو دستت من الان فایل صوتی رو سه بار برات پخش میکنم ببین چند تاشو میتونی جواب بدی بعدش ادامه ویدیو رو تماشا کن و یکی یکی اونها رو بررسی خواهیم کرد سال یک امین I mean is working on a new project میگه امین I mean داره روی یک پروژه جدید کار میکنه. درسته یا غلطه؟ دو، Health is more important than work for Amin. میگه برای Amin، سلامتی از کار مهمتره. Health یعنی سلامتی، Work یعنی کار. میگه واسه Amin، یعنی از نظر Amin واسه Amin، سلامتی مهمتر از کاره. درسته یا غلطه؟ بعدی، بهزاد thinks that money is on top of everything. بهزاد فکر میکنه که پول مهمتر از هر چیزیه درسته یا غلطه خب من فایل سوتی رو یه بار برات پخش میکنم تو امتحان سه بار پخش میکنم ولی من اینجا برای اینکه فیلم تورانی نشه یک بار پخش میکنم اگه متوجه نشدی فیلم برگردون عقب دوباره دیگه گوش کن و حتما سعی کن خودت به سوالات جواب بدی براتون الان سر جلسه امتحانی میخوای به این سوالات جواب بدی اول خودت جواب بده بعد آخر سر نمراتتو جمع کن ببین از این نه نمره شنیداری چند میگیری خب من فایل صوتی رو براتون پخش میکنم با دقت گوش How's everything I mean you seem to be busy these days don't you I'm okay Behzad I'm working on a new project I'm really tired but your health is really important isn't it I know but what about work money responsibility we need to consider them all don't we Yes but health is on top of everything ساله اول I Amin mean is working on a new project. درسته. گوش کنید. I'm working on a new project. 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 سوال دوم و سوم غلطه. از نظر امین سلامتی مهمتر از کار نیست. از نظر بهزاد سلامتی واقعا مهمه. گوش کنید این جمله بهزاده. But your health is really important. But your health is really important. But your health is really important. بهزاد داره به امین میگه که سلامتیت واقعا مهمه. خب اگه سلامتی برای امین مهم بود که بهزاد نمیومد بهش بگه که سلامتیت واقعا مهمه. جمله آخرم غلطه. اینجا گفته سوال سه گفته بهزاد فکر میکنه که پول مهمتر از هر چیزیه. در حالی غلطه. از نظر بهزاد سلامتی مهمتر از هر چیزیه گوش کنید But health is on top of everything But health is on top of everything But health is on top of everything یه سلامتی مهمتر از هر چیزیه هر سوالی نیم نمره داره خب متن فایل صوتی شماره یک رو براتون آماده کردم نگاه کنید How's everything? I mean, you seem to be busy these days, don't you? I'm okay, Behzad. I'm working on a new project. I'm really tired. But your health is really important, isn't it? I know, but what about work, money, responsibility? We need to consider them all, don't we? Yes, but health is on top of everything. <laughs> این قسمت لیسنینگ چون قسمت اول امتحان هست خیلی مهمه از چه لحاظ؟ از این لحاظ که اگه شما این سوالات رو خوب جواب بدید بهتون روحیه میده و این روحیه خوب به شما کمک میکنه که عملکرد بهتری داشته باشید توی بقیه قسمت های امتحان حالا به این سوال سوال دو این سوال خارج از کتابه خب خیلی از دانش آموزا فکر میکنن که سوالات خارج از کتاب خیلی سخته یا ممکن از پسش بر ننیان. اصلا چنین چیزی نیست شما اگه لغت های کتاب رو بلد باشید مد های کتاب رو خونده باشید اون لغت های پایه رو بلد باشید میتونید از پس این سوالات هم بر بیایید الان یک کاغذ در جلو دسته من فایل صوتی این سوال رو پخش میکنم شما ببینید که آیا میتونید به این سوالات جواب بدید یا نه این چهار تا رو ببینید چند رو میتونید درست جواب بدید فراموش نکنید که قبل از شنیدن فایل صوتی حتما سوالات رو اول بخونید من سوال چهار رو بخونم The man and woman like میگه اون مرده و اون زنه دوست دارن چی دوست دارن؟ پیتزا پیتزا دوست دارن ساندویچ ساندویچ دوست دارن سی فود غذای دریایی دوست دارن شما باید با دقت گوش کنید ببینید اون آقای و اون خانم چی دوست دارن یه ذره تمرکز کنید راحت میتونید سوالات رو هم جواب بدید The man thinks that 19 84 میگه اون مرده فکر میکنه که کتاب 1984 اسم این کتابه It's hard to read خوندن سخته It's beautiful to watch تماشا کردنش زیباست Gives a lot to think about آدمو به فکر فرو میبره سوال شیش The man's favorite sport is ورزش مورد علاقه اون مرده چیه؟ Skating Swimming Skiing اسکیت، شنا اسکی. Saal hafd, everything is still quiet. Mige, hamechiz hanoz aarame. Mige, it is the reason why the man likes. Mige, in dalili hazke chera on marde chio dostare. Sunrise, toluwe khorshit. Sunset, urube khorshit. Morning, sop. Halwa, daqat kush konit befaili soti? What is your favorite season? Why are you asking? It's winter. I like the snow. I just want to get to know you better. What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza. I really like that one too. What is your favorite book? I think 1984 because it gives you a lot to think about. And your favorite sport? I like swimming and being in the water a lot. What's your favorite time of the day? I have never thought about that, but I guess the morning. Everything is still quiet and sunrises are beautiful to watch. The answer to the first pizza. The answer to the second C. Badi it B. va then it becomes C. Har question has a half number. Now you can answer it yourself and see how many numbers you get from this question. Listen to the What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza. I really like that one too. What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza. I really like that one too. What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza. I really like that one too. What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza. I really like that one too. تا در ادامه‌شون خانم هم گفت که پیتزا دوست داره. به جواب سوال پنچوش کنید. What is your favorite book? I think 1984 because it gives you a lot to think about. What is your favorite book? I think 1984 because it gives you a lot to think about. What is your favorite book? I think 1984 because it gives you a lot to think about. What is your favorite book? I think 1984 because it gives you a lot to think about. And your favorite sport? I like swimming. And your favorite sport? I like swimming. I like swimming. And your favorite sport? I like swimming. I like swimming. And your favorite sport? I like swimming. What's your favorite time of the day? I have never thought about that, but I guess the morning. Everything is still quiet, and sunrises are beautiful to watch. What's your favorite time of the day? I have never thought about that, but I guess the morning. Everything is still quiet, and sunrises are beautiful to watch. What's your favorite time of the day? I have never thought about that, but I guess the morning. Everything is still quiet, and sunrises are beautiful to watch. <laughs> what is your favorite season? Why are you asking? It's winter. I like the snow. I just want to get to know you better. What is your favorite food? That is a hard one. I love pizza i really like that one too what is your favorite book i think nineteen eighty four because it gives you a lot to think about and your favorite sport. i like swimming and being in the water a lot what's your favorite time of the day i have never thought about that but i guess the morning everything is still quiet and sunrises are beautiful to watch. <laughs> یه مکالمه ای به شما داده پنج تا کلمه ازش حذف کرده شما باید این پنج تا کلمه رو با توجه به فایل صوتی بنویسید خب من الان فایل صوتی رو براتون پخش میکنم شما سعی کنید به این سوالات خودتون جواب بدید گوش کنید Could I have a menu? Yes, here it is. Would you like something to drink? I would like water, please. Are you also ready to order? Yes, I would like the salad, please. Anything else? No, thank you. Enjoy your meal water I would like water, please I would like water, please I would like water, please Ba ready are you also ready to order? Are you also ready to order? Are you also ready to order? ready? تو پایه دهم بوده تو پای یازدهم بوده تو دو پای دوازدهم هم, هم بوده این صفحات کتاب رو نگاه کنید نوشته get ready یعنی آماده بشید درسته این فایل صوتیش خارج از کتابه ولی کلماتش توی کتابتون هست الان ready داخل کتابتون بوده بعدی salad یعنی سالاد yes I would like the salad please yes I would like the salad please yes I would like the salad please خب این کلمه هم داخل کتابتون بوده اینجا رو نگاه کنید Anything else Anything else Anything else Anything else خب این هم داخل کتابتون بوده و آخری هم Enjoy your meal میل یعنی قضا بعده قضایی Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal این میل هم توی درس اول پای دوازدهم بوده یعنی شما لغات پای دوازدهم رو بلد باشید راحت میتونید این سوالات رو جواب بدید اما به این سراغ سوال آخر ببینید همونطوری که بهتون گفتم این سوال از ریدینگ درس سوم اومده من الان فایل صوتی رو براتون پخش میکنم و شما سعی کنید خودتون به این سوال جواب بدید و ببینید که از این تا کلمه چند تاش رو میتونید بنویسید the most common type of clean energy is the solar power solar energy is produced by the radiation that reaches the earth people have used the sun as a heat source for thousands of years iranians for instance use special designs and arrangements of windows balconies and yards to get the most sunshine different types of materials might also be used in building the houses this keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year power. the most common type of clean energy is the solar power solar power solar power solar power, solar power radiation. Solar energy is produced by the radiation that reaches the Earth. By the radiation. By the radiation. By the radiation. بعدی میشه source. People have used the sun as a heat source for thousands of years. As a heat source. As a heat source. As a heat source. بعدی میشه arrangements. Iranians for instance use special designs and arrangements of windows balconies and yards to get the most sunshine. And arrangements of windows and Arrangements of windows and Arrangements of windows different materials Different types of materials might also be used in building the houses. Different types of materials Different types of materials different types of materials seasons this keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year cold seasons cold seasons cold seasons power <laughs> yani niru, ya, radiation yani tabash ya tashashu. source yani manba. arrangement yani, materials yanimavot seasons یعنی فصل ها خب این از قسمت شنیداری امتحان خوردار 1402 تحلیل بقیه قسمت ها رو هم در کانال میذارم و حتما اونها رو تماشا کنید خب به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما دانش آموزان عزیز